کفه صدمات کرونا در خوزستان سنگین شده. با یک حساب دو دو تا چهار تا می شود سنگینی صدمات کرونا را در این بازار شلوغ سنجید. یه دونه از صدماتی که به تمامی مردم وارد میکنه اینه که کاسبیشون همه لنگ میشه. منی که الان دانشجوام مجبورم نرم دانشگاه، مجبورم آنلاین بگذرونم، هیچی یاد نمیگیرم، فقط برای نمره دارم کار میکنم، همین. کرونایی که بیش از یک سال است به جان بیش از 1,600,000 نفر در کشور صدمه وارد کرده، آیا میدانیم چه صدمه‌ای به مال مردم هم وارد میکند؟ صدمه‌هایی که کرونا به ما وارد کرد واقعا صدمه‌های خیلی بدی بودن. چک داریم، کرایه داریم، برق داریم، آب داریم. به منطقه‌ای میروم که خیابان اصلی آن به شادترین خیابان اهواز معروف بود، جایی که ده‌ها تالار عروسی صدمات مالی دیدند تا کسی صدمات جانی نبیند. برای سلامتی مردم خوزستان بوده، مردم اهواز بوده کلا. شما پذیرفتی بیرا؟ ما که علاوه بر اقتصادی که ضرر میکنیم، ولی علاوه بر سلامتی مردم برامون اهمیت داره، مسلما پذیرفتیم. آقای جمالپور مدیر یک تالار عروسی است. به محض دیدن ما از نگفته های چندین ماهه اش گفت. کلا هم توی یه سال ما یه دو هفته باز بودیم. این تالار بالغ با 40-50 میلیارد تومان هزینه شد. حالا هم که مثلا گفتن تعطیل، هیچ بدون هیچ گونه تحصیلاتی به ما نمیدن اینجا واقعا. از صدمات مالی کرونا که بگذریم، از سنگینی صدمات کرونا بر دوش کادر درمان نمیتوان گذشت. واقعا همه همکارا هر روز دهن این دست میان و واقعا خستن، ما وظیفمون رو انجام میدیم، ولی واقعا نگران و ناراحتیم به خاطر خانواده‌ای که اینجا عزادار میشن. ما ناراحتی ها رو مرتب میبینیم. ببین اوضاع کادر درمان چجوریه، مریضا با سن پایین دارن مراجعه میکنن، لطفا رعایت کنید، مراسماتون رو کنسل کنید، مراسمای عزاداری، شادی، فنا اینا رو فعلا کنسل کنید، رعایت کنید. به خیابان‌های مرکز شهر برمیگردم. تجمع و شلوغی یعنی میدان دادن به کرونا، یعنی تلاش برای تبدیل عروسی به عزا و در نهایت خاموشی کسب و کار. اگه همین وضع بمونه که مرگ و میر بیشتر میشه، اگر ما رعایت نکنیم باعث میشه که دیگه کلن استان رو قرنطینه بکنن. تنها راه کم کردن وزنه سنگین صدمات کرونا رعایت اصول بهداشتی است. مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.